بسم الله الرحمن الرحیم. امریکا پریکړه کړې چې د افغانستان غصب شوې شتمنۍ په اړه له طالبان سره خبرې ودروي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایډن ادارې پریکړه کړې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ نه خوشې کوي او په کابل کې د القاعدې د مشر یمن الزواهری له وژل کېدو وروسته یې د شتمنیو د خلاصون په اړه له کابل سره خبرې اترې هم ځنډولې دي. سلامونه، ستړي مشي. زه عبدالرؤف ځاځی یم او د نن خپرونې ته هرکلی وایم. په نننۍ خپرونې کې د افغانستان په شتمنۍ باندې بحث کوو چې کله طالبان واک ته ورسېدل امریکا د افغانستان څه کم لس میلیارده ډالره شتمني چې د پیسو پشتیوانه وه هغه کنګل کړله. نو بیا وروسته څو ځلې په دې اړه د اسلامي امارت سره د امریکا په دې موضوع باندې خبرې پیل کړلې. بالاخره امریکا بیا پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارده ډالر به د یو بل هیواد کې د تضمین په توګه ږدي او د هغه پیسې به خوشې کوي. بیا یو ځل بیا هغې نه مخکې پریکړه کړې وه چې د دې یو حصه پیسې به بشردوستانه مرستو په برخه کې لګوي، چې بالاخره د هغوی دا پریکړه بیا په کور دننه او بهر د غبرګونونو سره مخ شوله او تر څو هغه پیسې چې د افغانستان د خلکو شتمني ده او د پیسو پشتوانه ده بشردوستانه مرستو کې ورنکړل شي. په د افغانستان په اړه زیاتره کنفرانسونو کې هم همدا غوښتنه وه چې باید د افغانستان کنګل شوې شتمني امریکا ورته آزاده کړي. بار بار په نړیوالو کنفرانسونو کې هم د سیمې هیوادونو همدار د نړۍ بعضې هیوادونو د امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان شتمني خوشې کړي، خو بالاخره په دې وروستیو کې د اسلامي امارات چارواکو او همدار از امریکایي لورې نږدې شوي وو چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده شي او پیسې چې امریکا غصب کړي دي د افغانستان په واک کې ورکړل شي. خو بالاخره کله چې امریکا ادعا وکړله چې یمن الزواهری په کابل کې په ډرون برید کې ووژلو، بیا دا خبرې یو څه سره ټکنۍ شولې او اوس یې ویلي دي په دې خاطر باندې چې دوی په کابل کې د الزواهری په باندې برید وکړ او هغه یې ووژلو، چې دغه ادعا پر بنسټ باندې اوس وایي چې د کنګل شویو پیسو په اړه د طالبان سره خبرې درولې دي. نو پر همدې موضوع بحث کوو. په بحث کې راسره د پوهنتون استاد جاوید سنگدل راسره دی. سنگدل صاحب سلامونه، ستړي مشئ، مننه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ او زموږ بلنه مو منله. سنگدل صاحب، د افغانستان پشتیوانه چې د څه کم لس میلیارده ډالره چې امریکا غصب کړی دی، یو وخت په دې باندې خبرې وشولې او دې ته سره نږدې شوي هم وو چې دغه پیسې خوشې کړي، خو اوس متاسفانه بیا دوی د زواهری بانه ونیول او ادعا یې وکړه چې زواهری دوی په کابل کې وژلی دی او دغه پیسې ونه آزادوي او د طالبانو سره یې خبرې هم درولې دي. دلته اصلي علت په څه شي کې دی؟ سلام بر شما و بیننده های محترم شما. خب اگر تو تحلیل بکنیم، این پول نمیتونه مشکل افغانستان را حل بکنه. حتی در گذشته این پول حکومت نمیتونست این پول را استفاده بکنن. من فکر میکنم که طالب ها و یا حکومت کنونی تمرکز بالای نقاط بسیار مهمه که ترس امریکا است کار نمیکنن، بالای موضوعات کار میکنن که قدر نمیتونن نظام را بسازن. من فکر میکنم که ترس امریکا و کسانی که در افغانستان میخوان که حضور سیاسی داشته باشند و یا از جغرافی افغانستان برای منافع خود استفاده بکنن، ترس مردم است. معنایشی است که هر زمانی که مردم با طالب ها نزدیک شود و طالب ها توانمندی یک مشروعیت ملی را کسب بکنن، این میتواند ترس بسیار بزرگ کشورهای اول قدرت خارج از منطقه باشد. به دلیل این که امریکایی ها افغانستان را ترک کردند، مگر اهدافشان این است که حرف اول را در افغانستان داشته باشند، از نقطه نظر سیاسی حضور داشته باشند و تمام پالیسی های کلان افغانستان از تریبون یا از زاویه های امریکایی باید تحلیل شد و بررسی شد و بعدا تطبیق شد. به مدل است بسیار علاقه دارند به این جغرافیه و برای این که امریکایی ها از جغرافیه ما به نفع خود و به ضرر کشورهای اول قدرت منطقه استفاده نکنند و دوباره افغانستان یک مرکز رقابتی یا یک سنتر رقابتی بین کشورهای اول قدرت منطقه و جهان نشند، طالبان سخت نیاز دارند که مردم با اینا نزدیک شود
و بالای موضوعاتی که نمیتونن طالب ها را برای حکومت داری خوب یا برای ساختن نظام کمک بکنن از او باید جلوگیری شد. از جمله این حرف هایی که در از یک سال به این سو طالب ها سخت تمرکز دارن برای مشروعیت خارجیشان و برای این آزادی این پول ها، روابط با آمریکا، روابط با منطقه، در حال که در فلسفه ساختن نظام و مشروعیت ملی تمرکز بالای مردم باید بگیرد، بالای رضایت مردم بگیرند، باید ساختارهای افغانستان فعال شود و یک مکانیزم، یک حکومت قانونی به وجود بیاید. این میتواند در عملکردهای کشورهای منطقه اول قدرت و کشورهای جهان تغییرات مثبت به وجود بیاورد. معنایش این است که حکومت مردمی شده، مردم از حکومت خوش است، طالب ها عملکردهایی را انجام میدهند که ایجاد ارزشهای نو است و این میتواند کمک بکند. اما برعکس متاسفانه تمرکز طالب ها بالای نقاطی است که نمیتونن آرام کمک بکنن و ملت هم نمیتونن کمک بکنن. مالدار امریکایی ها تلاش دارن که به خاطر رسیدن اهداف کلان خود از زاویه های مختلف استفاده بکنند، مختلف از مشکلات اقتصادی، مسائل القاعده، حقوق بشر، حق خانم ها و تمام فاکتورهای دیگری که میتونن زمان کسب بکنن تا که طالب ها بپذیرن خواهشات از اینا را، چیزی که طالب ها تا اکنون نپذیرفتن. و فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم یک نظام مردم سالار داشته باشیم و مردم باشد، باید طالب ها تمرکز بالای نقاطی که من تذکر دادم باید شان در غیر آن. من فکر میکنم با چالش های بزرگتر از این موضوعاتی که ما شما صحبت میکنیم در آینده های نزدیک خواهد روبرو شد. سنگر صاحب، امریکا دغه شتمنۍ نزد اول دا په طالبانو باندې یو نوی فشار نه راوړي او د دفاع د شتمنۍ د فشار وسیله نه ګرځوي چې تر څو هغه غوښتنه چې امریکا لري په طالبانو ومني؟ خب هر سیاست امروز هم طور شده دیگه، هر کسی که قوت داشت فشار می آورد و قوت به این خاطر است که شما فشار دارید، قوتی که از اون استفاده نشه قوت نیست. معلوم دار طالب ها، امریکایی ها مشکلات و فشارات مختلف را نتانم بالای حکومتی که طالب ها امروز یا طالب ها قدرت سیاسی را در گذشته هم بالای حکومت غنی و کرزی و در گذشته روس ها فشارات می آورد تا به ما اهداف کلان خود برسند. اما در این نقطه نظر یک ملت، طالب ها همچنان عملکردهای ضعیفی دارند که زمینه مساعد می سازد برای این فشارها. اگر طالب ها به طور مثال در عملکردهای خود واقعا صادقانه باشند و بتانند واقعا چیزی که میگن عملی بکنند و در کنار خود مردم خود را بگیرند و اختلافات را که وجود دارند از بین ببرند، ساختارها را قوی تر بسازند، حکومت را حکومت هم شمول متخصصین بسازند، پس در اینجا سوال پیدا نمیشد که امریکایی ها بالای ما شما نقد بکنند، اروپایی ها بالای ما نقد بکنند یا کشورهای دیگر از ما استفاده کنند. زمانی که در یک کشور عملکردهای ضعیف در داخل به وجود میاد، بعدا کشورهای رقیب شما قوت میگیرند. یعنی معنایش این است عملکردهای ضعیف ما قوت میبخشه برای کشورهایی که منافع در افغانستان دارند. هر زمانی که عملکردهای درونی توانمند در داخل افغانستان به وجود آمد، اختلافات سیاسی، اختلافات قومی، تعصبات فکری، تعصبات سیاسی اینا از بین برده شد یا کمتر شد، بعدا ما صاحب قوت میشیم. حالا ما هیچ قوت نداریم، ما هزار مشکلات در داخل کشور خود داریم. به طور مثال جامعه جهانی بالای ما فشار میره که ما دخترای خود مکتب بانیم. شما این در کدام فلسفه ساختن یک نظام است که ما بیایم بگویم خود به شما عذر بکنم که لطفا شما پسرتان یا دخترتان رو به مکتب بانید، در حالی که فرزند شماست، شما باید تصمیم بگیرید، شما باید زحمت بکشید. یعنی ببینید در بعض عملکردها ما فکر میکنم که ما بسیار ضعیف عمل میکنیم، تا در گذشته همچنان و این نظام ساز نیست. برای اینکه ما بتونیم از خود حرف داشته باشیم، از خود اقتصاد داشته باشیم، از خود سیاست داشته باشیم و یک کشور بهتره باشیم، ما فکر میکنم عملکردهای داخلی میتونه قوت برای ما باشد تا ما در منطقه و فراتر از منطقه بتونیم به صراحت صحبت، مثل که ایران است. ببینید ایران با هزار مشکلاتی که با جهان داره در داخل توانمند است، اونم با بزرگترین کشورهای افریقای دنیا امروز با هم مبارزه میکنند. یا مثلا کشورهای دیگر اوکراین را ببینید، وقتی قوت داخلی است بزرگترین قدرت‌های دنیا جهان که از روسیه نمیتوانند اوکراین اشغال بکنند، چون در داخل توانمند هستند، قوی هستند. تا زمانی که این مشکلات حل نشه ما فکر نمیکنیم که ما بتونیم صاحب یک کشور شویم.
سنگدل صاحب، تاسو ویلې چې د طالبانو د اقداماتو چې د نجونو مسله ده او د ښځو باندې محدودیتونه دي، د دې سبب شوي چې امریکا په دوی باندې فشارونه واردوي. اصلي همدغه موضوع ده که امریکا نور اهداف لري دلته؟ نه، این خود مسئله است که رسانه ای ساختن. هدف امریکایی ها نیست که دخترای ما شما مکتب بره، بچه های ما مکتب بره، حقوق بشر باشه، آزادی بر باشه. این حرف ها است که استفاده میکنن تا جهان را ببرن که اینا بعض مسائل ما احترام نکردن. اما حرف اصلی است که امریکایی ها میخوان که سرمایه گذاری 20 ساله که در افغانستان کردن و از دستشان نره، از اون روسیه استفاده نکنه، چین استفاده نکنه، کشورهای منطقه استفاده نکنه. به می دل است که این عملکردهایی که اصلا به تهدید یا فشار کار نداره، چون این مربوط ما میشد. اما چون ما ضعیف در این عرصه عمل میکنیم، ما را متضرر میسازه. اگر ما این عملکردهایی که یک کشور نیاز داره، یک ملت نیاز داره، ساختارهایش باید قوی باشه، دخترهایش باید مکتب بره، بچه‌هاش باید مکتب بره، مطابق با اون فرهنگ و مطابق با دین مبین اسلام، این چیزا باید بدون خواست جهان باشه، بدون فشار باشه، چون از خود ماست، مربوط ما میشه. درست است که جامعه جهانی بعضی کانسپت ها و مقررات و نظم جهانی وجود داره که شما را میتونه کمک بکنه، اما این از خارجی ها کرده و از کشورها و قادرین ها کرده، این برای ما مفید است. شما فکر کنین که یک فرزند 90% وقت خود را با مادر خود میگذرانه. وقتی که یک مادر باسواد نباشه، جامعه چطور میتونه باسواد باشه؟ پس ما خود ما تشر به پای خود میزنیم، فرزندان خود ضعیف تربیت میکنیم، به خاطر که پدر اکثریت در بیرون کار میکنه و مصروف است. وقتی که مادر از توانمندی های نسبی امون نیازمندی یک شهروند برخوردار نباشه، اطفال از اونها ضعیف میآید. جامعه از سه فاکتور میتونه رنگ بگیره: یکی محیط خانه است، یکی محیط مکتب است، یکی محیط هام است. اما امروز متاسفانه عرصه محیط در کشور ما بسیار متضرر شده. هم در مکتب مشکل داریم ما، هم در محیط عمومی ما مشکل داریم، هم در خانواده مشکل داریم. برای اینکه این سه محیط مدیریت شوه و ارزش خواهد شوه و ارزش های نو ایجاد شوه، ما فکر میکنیم این چیزهایی که جانب جهانی میگن و خواست ما و شما هم است. خودت میخوای، خودت کجا میخوای که دخترت بی سواد باشه، فرزندت بی سواد باشه؟ ما هم نمیخوایم. پس در اینجا ما فکر میکنم که ما خود ما زمینه را مساعد میسازیم که کشورهای منطقه و فراتر از منطقه بلای جان ما شوه و از خاک ما، از جغرافی ما برای منافع خود استفاده بکنن. سنگدل صاحب، کچیر دلته انجونو تا د خوانځي د تاګ اجازه ورکړل شي او بعضی محدودیتونه چې په خزو باندې واده شوي، هغه طالبان لري کې بیا به هم دغه کومه بهانه چې نړیوالې ټولنې نیولې ده او امریکا نیولې ده، دوی به په خپل سیاست کې د افغانستان حکومت لپاره یا د اسلامي مرد لپاره په خپل سیاست کې نرمښت راولي؟ و ما فکر میکنم چند فاکتور بسیار مهم است که هم خواست ما و شماست و هم جهان هم از استفاده به خاطر منافع خود میکنه. یک، حکومت همشمول است. تعریف ما حکومت همشمول متخصص است، منظور ما از ما است. جهان میخواهد که دیگر اقوام هم باشه ولو اگر بسواد هم باشه. باید طالب ها در این عرصه تغییرات بیاره، یک حکومت همشمول متخصص باشه، چون خواست مردم افغانستان هم است و جهان هم از این سپورت. دو، باید حکومت آینده افغانستان مطمئن بسازه جهان که افغانستان یک خانه حمل تروریسم نیست، یعنی یک تهدید برای کشورهای منطقه و فراتر از منطقه نیست. سوم، حکومت آینده افغانستان باید ثابت بسازد که نه مبارزه علیه مواد مخدر انجام میدهد و در این عرصه کار میکند. چهارم، میتواند بعض مسائل داخلی خود ما و شما باشه، مسائل حقوق بشر است و مسائل رفتن دخترا به مکتب است. این عملکردها اگر صورت بگیره، ما فکر میکنم جامعه جهانی با کمتر به صراحت میتونه که ما شما را تهدید بکنه، به دلیل اینکه ما این عملکردهایی که یک نظام یک کشور نیاز داره او را انجام دادیم. پس زمینه مساید برای اونا نمیشه که بیای اونا حرف اصلی خود را نگه بالای این حرفهای فرعی صحبت بکنه که برای ما شما بسیار مهم است، اما برای از اینها فرعی است. اما برای آنها حضورشان در سیاست های کلان افغانستان است. بعدا ما میشه که ما با این عملکردهای داخلی یک سیاست خارجی منظم را دیزاین بکنیم یا ایجاد بکنیم که افغانستان جایگاه خود ثابت بسازد که یک کشور بی‌طرف است و هیچ طرف نه کشورهای اولقدرت منطقه است و نه طرف کشورهای اولقدرت جهان است. افغانستان یک کشور بی‌طرف و یک جغرافی بی‌طرف است. در سیاست خارجیش همه چیز روشن است و ما باید زمینه را مساعد نسازیم که این کشورها به خاطر منافع خودشان
از خاک و از فکر و از جان افغان ها استفاده بکنن تا یکی دیگر هم متضرر بشه. وقتی که ما این عملکردهای ما بسیار روشن باشه و دقیق باشه، ما فکر میکنم جامعه جهانی همچنان از این میاموزه که دیگر این جغرافیا یک جغرافی ضعیف نیست. افغان ها فهمیدن منایس کشورهای منطقه ساختارهای خود را جور کردن، ضعف خود را به قوت تبدیل کردن. حال ما نمیتونیم از ضعف از اینا استفاده کنیم. به طور مثال چرا اینا از تاجیکستان استفاده نمیکنن؟ تاجیکستان بسیار کشور کوچک است، خرد است، کشور غریب است، یا مثلا ازبکستان یا قزاقستان یا مثلا ایران یا پاکستان. چرا این که از این کشورها استفاده نمیکنن در این طول 40 سال؟ چون ما ضعیف هستیم در این جغرافیا. ضعیفترین کشور کشور افغانستان است از نقطه نظر رهبریت. بنان این ضعف ما به قوت از اینا تبدیل شده و اینا از ما استفاده میکنن. هر زمانی که ما این ضعف رهبریت خود را و ساختارهای خود را و سیاست خارجی کشور را منظم ساختیم و مطابق با منافع ملی ساختیم، ما فکر میکنم بر از اینا کمتر زمینه مساعد میشه که در مسائل کشور ما مداخله بکنن. سنگدر صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې د نجونو ښوونځي مسله نه ده او د ښځو باندې مددونو مسله نه ده، بله د مخدره توکو پر وړاندې کلکه مبارزه ده، همداراز د متخصص ټول ګډونه حکومت جوړېدل دي او کورنۍ مشوریات ده چې دوی ترلاسه کړي، هغې نه وروسته بیا کوئ چې نړۍ دوی سره خپل هغه اړیکې عادي ډول ته وګرځوي او په خپل سیاست کې د اسلامي امارات په قبال کې نرمښت راولي. اوس دلته اسلامي امارات یعنی یو کال خو تیر شو، په یو کال کې دوی ویلې چې یعنی ډېرې نیمګړتیاوې وي، باید په هغه اول هغه په ستونزو باندې کار وکړو چې دوی ته اولیت لري، وروسته وروسته انشاءالله موږ به هغه کومې نیمګړتیاوې چې دي چې نړۍ موږ سره کومه ستونزه لري، د سیمې هېوادونه موږ ستونزه لري، هغو ته به د خل لاره پیدا کوو. نو اوس د دوی یو کال هم پراته شو، یعنی نوی کال دوی شروع شو، د حکومت د دویم کال شروع کېږي چې دوی په افغانستان باندې حاکمیت لري. دوی باید څه وکړي چې د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه هم وشي او بل یو متخصص ټولګدونه حکومت هم جوړ کړي، خپل ځان ته کورنۍ مشروعیت هم ترلاسه کړي او بل او دوی دا همیش دا خبره کوي چې د افغان خاوره به د هیڅ هېواد په ضد باندې نه کارول کېږي. په عمل کې هم ورته ثابته کړي چې په رښتینې توګه نوره به د افغانستان نه هیڅ هېواد ته ګواښ هم نه وي. د ده کار دپاره اسلامي امارت ته څه په کار دی، باید څه وکړي؟ ببینید، نظام ها توسط اشخاص جوړ میشن. شما نمیتونید نظام بگید ما نظام بسازیم، در حالی که در ساختارهای نظام شما اشخاص باشن که توانمندی ساختن نظام را نداشته. ببینید، یکی مامورین عادی است که صلاحیت ندارن، شاید در ساختارهای امروز در بخش مامورین بعض اشخاص دیروز باشن که اونا صلاحیت ندارن، تنها باید بشنون از رهبران وزارتخانه ها و نهادهای دولت عمل کردار انجام بده که سازنده نیست. یکی دیگر است که در رأس بعض نهادها شما از اشخاصی که طالب نیستن، افغان هستن، وطن پرست هستن، مسلمان هستن، اما طالب نیستن، شما جا میدین. پس اینجا مفکوره طالب که در شعورشان استقلالیت است، میگن که ما استقلالیت افغانستان را گرفتیم، اما در کنار استقلالیت اول عدالت اجتماعی به وجود آمده. و زمانی که شما در کنار یک طالب، یک برادر دیگر طالب را کنار جامعیتین که طالب نیست، متا و متخصص در اثر مسائل امنیتی است، مسائل اقتصاد است، مسائل تکنولوژی است، پس این هم عدالت به وجود آمد، هم استقلالیت. ما استقلالیت خودمون گرفتیم و عدالت اجتماعی هم. جهان نمیتونه بگه که حکومت 100% حکومت طالبان، میگه ما از اقشار مختلف داریم در کنار خود. پس اینا چی میکنن؟ فکر در نخست در ساختار میکنن. کدام ساختارها باید ایجاد شن؟ کدام مکانیزم به خاطر قانونمند ساختن حکومت ایجاد شد؟ کدام نهادها ضعف داره؟ کدام نهادها قوت داره؟ ما ساختار نظام میسازیم. وقتی ساختار نظام که ما ساختیم، بعد این نظام در هر سایه‌ای که ما بر شما متذکر شدم از نقطه نظر مواد مخدر، مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشر، اینا کار میکنن. پروژه ها رو انجام میدن، برنامه ها رو ایجاد میکنن. به عبارت دیگر یک برنامه ملی جور میشه که برای جهان پیشکش میشه که این برنامه ملی حکومت آینده افغانستان یا حکومت سرپرست یا حکومت انتقالی یا حکومت صلح است و در این تعهدات ما است. پس اگر ما این عملکردها را انجام میدیم، تعهدات جهان در مقابل ما چی است؟ به دلیل اینکه مبارزه علیه مواد مخدر یک مبارزه جهانی است، مبارزه علیه تروریسم یک همکاری جهانی است. در اینجا با جهان با ما همکار باشد، از نقطه نظر مالی، از نقطه نظر تجهیزات. پس اینجا ما اگر مکلفیت های خود را در مقابل جهان پیشکش میکنیم و از جهان تعهداتش را میخواهیم، جهان با ما وصل میشه
و مطابق اصول بعض کنوانسیون های بین المللی جهان مجبور است با حکومت افغانستان کار بکند، ما صاحب نظام بشیم. آل فعلا بالای نقطه اساسی که ساختن نظام است، شکل نظام است، ما کار نکردیم. ما بالای حرفهای دیگری که او بعدا از ساختن نظام به وجود میاد تمرکز میکنیم. شما نمیتوانید که برین اول به حساب گفتی اگه آن تا ظرف و قالین و گلم و کوچ شکی بخرین بعدا خانه بخرین. اول شما خانه میخرین، او وقتی که جور با شما وسایلش میخرین. حال ما خانه نداریم، میخواین که وسایلش بخرین، عین شکلش نه. برای اینکه ساختن خانه شوه شما به منابع بشری ضرر دارین که چیزی که بسیار کم رنگ است. وقتی که من منابع بشری میگم، منظور من از منابع بشری است که جاگوی قرن 21 است. چون مشکلات افغانستان مشکلات داخلی تنها نیست یا مشکلات یک ولسوالی نیست، ما در یک رقابت جهانی روبرو هستیم. بنابراین شما از یک دانش وسط ولسوالی اگر به وجود میان یا با یک سطح ولایت، شما سخت زیر سوال میرین رقیب شما از شما که توانمند است، از شما که تحلیلشون دور است، آینده را تحلیل کردن و خطرات را تحلیل کردن، شما متضرر میشین. برای اینکه ما با مو یک قاعده مذاکره سیاسی در میز مذاکره با خارجی ها، با آمریکایی ها در کشور منطقه بشینیم صحبت بکنیم و با مو ادبیات صحبت بکنیم، سخت شما بنای بشری قرن 21 کار داره که در کنار طالبا باشه، چیزی که کم رنگ است. اگر طالبا خود را قناعت بدن، ذهن خود را قناعت بدن و در کنار خود بعضی برادرها و خواهران دیگه خود را جا بدن که طالب نیستن، طالبا برد فوق العاده دارن. به دلیل اینکه پیش پراگندگی سیاسی منسجم شدن، امنیت نسبی به وجود آمده، مداخله جهان از بسیار زیاد کم شده. یک گونه کشوری که فعلا در مسائل افغانستان مداخله میکنه دخیل است، پاکستان است و قطر است. پس ما میتونیم که از این چالش ها به خاطر به شکل فلسفی استفاده بکنیم و نظام خود را بسازیم. اما متاسفانه تمرکز بالای چنین مکانیزم نشده. من چندین بار نامه رای کردم بسیار عاجزانه به رهبران طالب ها و رشان پیشنهاد کردم که از بچه های دلسوز، دخترهای دلسوز در این کشور، به جمله خودم، ما حاضر هستیم که در ساختن نظام به طور رایگان بدون موقف سیاسی، بدون پوزیشن کمک بکنیم تا نظام ساخته شود و ما یک میراث خوب به نظام داشته باشیم. اما متاسفانه جواب تا حال نامده، به دلیلی نامده که اونا میخوان خودشان بسازند. خودشان تنها ساخته نمیتونن، چیزی که اشرف غنی هم چنان می کارو بکنه. من خودم میسازم با 5 6 نفر. افغانستان با یک فکر جور نمیشه. برای ساختن افغانستان شما فکرهای متفاوت را نیاز دارین، توانمندی های متفاوت را دارین تا ساختار و نظام را بسازن. اگر اینا هم تاکید بکنن، قسمی که آقای اشرف غنی دو پای در بوزه کرده بود که من میفهم از عمل کرده و من جور میکنم، بالاخره خود را تباه کرد، نظام را تباه کرد، طالبان را تباه کرد، جان اون را بسا، اون ما شما دوچار مصیبت هستیم. باید طالب ها از این درس بگیرن و دو پای در موزه نکنن که تنها طالب ها کشور را میتونه بسازه. طالب ها با ما، با مردم، با ملت خود میتونه بسازه. بدون ملت ساختن نمیتونه. خب فلسفه دولت همی است. دولت جمع مردم. گردوش متشکل میشه از نظام. حال این همکاری ها بسیار کمرنگ است و اگر این همکاری ها صورت نگیره، من فکر میکنم همه ما سخت متضرر میشیم، در بسیار کوتاه مدت سخت متضرر میشیم و منفعتش کشورهای رقیب و کسانی که اهداف سیاسی در افغانستان دارن اونا به خود استفاده میکنن. سنگدل صاحب که بس را سر ټول کو د دغه وضعیت نه د وتلو حل لار څه ده، تاسو په نظر باندې څه باید وشي چې د کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې دی، چې د نړۍ په ښارونو هم دي، همدغسې اقتصادي بحران هم دی او دلته فقر هم دی او د بیکارۍ کچه هم ورځ تر بلې لوړېږي، د دې حل لپاره ستاسو په نظر باندې کومه لاره ده؟ بسیار ساده، شاید شما خنده بکنید. اگر برای ما اجازه بده، من یک نشست علمی 35 نفری را ایجاد میکنم و در این 35 عموم متخصصینی که در ساحه‌های مختلف هست، از نظر مسائل دینی تا به فرهنگی تا اقتصاد تا روابط بین‌المللی و مسائل اقتصادی، نشست را ایجاد میکنیم و فکر میکنیم که ما تحلیل میکنیم که چی کدام مکانیزم باید ما انجام بگیریم که باید ما نظام خود بسازیم و تمام عملکردهای بیرونی را میگذاریم. بیرونی را میگذاریم، جهان هر چی که برای ما میگن هیچ بالایی تحلیل نمیکنه، فقط بالای ساختار فکر داخلی تمرکز میکنیم که ما از داخل خود را بسازیم. و این متخصصین که نشست علمی را برگزار میکنن، یک برنامه بسیار مشخص برای رهبران طالبان پیشنهاد میکنن که این عملکردها رو صورت بگیره. ما قوت در داخل میگیریم، وقتی که قوت ما در داخل گرفته شد، ساختارهای ما روشن شد، میکانیزم ها روشن شد، بعدا باز ما میتونیم با جهان مذاکره بکنیم که کشوری که شما میگفتید برنامه نداره، ساختار نداره، دیدگاه نداره، آل همه چیز ما روشن است، جهان مجبور میشه
مطابق با کنوانسیون های بین المللی و نرم های بین‌المللی با ما کار بکنند، در غیر خود جهان متضرر میشه، تروریسم رشد میکنه، مواد مخدر رشد میکنه و اونا میتونن سخت از ما قدم متضرر شه. برای این عمل کرده دوباره شما به سه چیز نیاز داره، میخوام بسیار مختصر بگم. یک، استفاده زمان باید بسیار عمیق استفاده شد. دو، منابع بشری. سوم، بخش های مالیش. این سه فاکتور کسانی که توانمندی فکری داره میتونن یک جا بسازن و ما بتونیم یک میکانیزم منطقی را رو دست بگیریم تا صاحب یک نظام برای امروز و فرداش. در غیر آن اگر تصادفی عمل کنیم، تنها عمل بکنیم و فکر کنیم که بهترین عمل است، ما فکر میکنم همه ما را زیر سوال میبره، چیزی که یک سال چون عمل کرده شد نتیجه نداد. برای اینکه در آینده نتیجه بده باید یک تغییر مثبت وجود داشته باشد. طالبان بپذیرند که دیگر برادرانشان بیکار هستند، متخصص هستند، توانمند هستند، اما در کنارشان نیست، باید در کنارشان وجود پیدا بکنند تا بتونن یک جا وطن خود را بسازند. تنها هیچ کس ساخته نمیتواند. د پانتون استاد دکتور جاوید سنگدل ډیر مننه چې په باسم را صدر غډون کړ کور مدان آباد اوسه مننه درودونکو تاسو نه مننه تر بل خبرونه چې به هم ستاسو په درنه حضور کې حاضر کو تاسو ټول په یو بخون کې خدای